بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعاتی که در این جلسه بحث شد، یک موضوع راجع به رفع محدودیت های هوشمند بود، یعنی به شکل هوشمند ما بتونیم در واقع محدودیت ها رفع کنیم، و اون در مفزاری که قبلا تهیه شده بود، پلتفرمی که تهیه شده بود، باید به شکل آزمایشی در چند استان اجرا میشد، نتایج رو ارزیابی میکردیم. این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که بعضی از مراکزی که باید وصل میشدن به این پلتفرم تا این کار انجام بشه، یه مقداری با وقفه مواجه شده بود که تصمیم گیری گرفته شد که این زودتر انجام بشه، ما بتونیم اون پلتفرم رو ارزیابی بکنیم و بعد بتونیم اون رو تعمیم بدیم. نکته دوم راجع به اصناف و ادارات بحث شد که اصناف به ویژه اونهایی که با مواد غذایی سر و کار دارند، از یک تاریخ به بعدی باز بودنشون حتما منوط به اینه که این واکسن رو زده باشند و این به شکل دقیق کنترل بشه. اصناف و وزارت بهداشت این رابطه رو برقرار میکنن، لیست عزیزانی که در حوزه اصناف حضور دارن حدود نزدیک 3 میلیون نفر، این اسامی با وزارت بهداشت تبادل خواهد شد. اونهایی رو که وزارت بهداشت تایید میکنه که اینها واکسن زدن، اینها مجاز هستند که در محل کسب و فعالیت اقتصادیشون حضور داشته باشن. اونهایی که با مردم در تعامل هستن، تاریخی هم براش تعیین شده که فعلا آخر مهر ماه هست، که من از همینجا هم درخواست میکنم از همه عزیزان و اصناف محترم، اونهایی که تا حالا واکسن نزدن حتما به سرعت اقدام کنن. به حمدالله وزارت بهداشت ما کاملا آمادگی داره که روزی تا 3 میلیون نفر رو واکسن بزنه، و واکسن هم که به اندازه کافی موجود هست. ما الان نزدیک شاید 50% اصناف ما، 51-52% از عزیزان واکسن زدن و این مقدار کم هست. باید در واقع اینها به طور کامل واکسنشون رو بزنن، که حدود 3 میلیون دیگه هستن که باید اقدام رو انجام بدن. لذا حتما تسریع بفرمان که براشون مشکلی ایجاد نشه، چون بعد رسیدگی خواهد شد. فرصت هم هست، ما الان 10-11 روز تا آخر مهر فرصت داریم، با توجه به ظرفیتی که وزارت بهداشت داره به حمدالله میتونن کاملا به سرعت این کار اتفاق بیفته. این هم موضوع دیگری بود که بحث شد راجع به دانش آموزان و به ویژه سطح متوسطه 1 و 2 که بازگشایی مدارس اتفاق افتاده. خب واکسیناسیون دانشجویان، دانش آموزانمون که وزارت بهداشت کاملا آمادگی داره، در مدارس هم وزارت آموزش پرورش 570 و اندی پایگاه ایجاد کرده برای تسریع در این کار، که دانش آموزان عزیز ما هم با گرفتن واکسیناسیون دیگه برای حضور در مدارس هیچ مشکلی نداشته باشند و کارهای آموزشی اونها به خوبی صورت بگیره و انجام بشه. راجع به اثر بخشی واکسن ها صحبت شد، که به حمدالله با افتخار باید گفت که واکسن های ساخته شده داخلی در ارزیابی ها بسیار خوب خودشونشون داده، و به همین دلیل هم خیلی تمایل هست که از این واکسن ها استفاده کنن در استان های مختلف. و البته بعضی از واکسن های وارداتی هم اینها اثر بخشی خوبی دارن و کاملا میتونن مردم عزیز ما با خیال راحت، با توجه به حفظ اثر بخشی که این واکسن ها دادن، به سرعت این کار واکسیناسیون طبق مقررات و زمان بندی که عزیزان ما در وزارت بهداشت انجام دادن کار جلو بره. یکی از موضوعاتی که مورد بحث واقع شد و بسیار مهمه و کاملا باید نگران بود، این رعایت پروتکل ها کاهش پیدا کرده. عددی رو که عزیزان میگن، عدد 45% این کاملا نگران کننده است، و نگرانی از بروز پیک 6 کاملا متصور هست.
و این نگرانی وجود داره و به همین دلیل من خواهش میکنم که کاملا همه مراقبت کنیم، همه مردم عزیز ما نباید وارد پیکشیشون بشیم و اگر خدای نکرده مراقبت نکنیم ممکنه وارد پیکشیشون بشیم و این حتما آثار سوی داره و مردم ما دوباره گرفتاری داره. البته خب این واکسیناسیون تسریع در واکسیناسیون، اونهایی که نیومدن سریعتر بیان با این امکاناتی که فراهم شده زودتر واکسینه بشن، خب خیلی کمک میکنه. اما این به مفهوم رعایت نکردن پروتکل ها نیست. پروتکل ها باید به دقت اجرا بشه و بخشی از بحث جلسه ما به این موضوع گذشت و انشاءالله باید کمک کنیم ما به هیچ وجه وارد پیک ششم نشیم. این هم یکی از موضوعات مورد بحث بود که بعضی از استان ها هم به تفکیک بررسی شد. خب بعضی از استان های مقداری دچار مشکلاتی هستند که باید انشاءالله اون استان هایی که در وضعیت احیانا مسئله داری هستن به سرعت علاج کنن. از استانداران محترم و دانشگاه های علوم پزشکی در استان ها موظفند که اون استان هایی که دچار مشکل هستن رو مراقبت بیشتری عمل کنن و اونهایی هم که دچار مشکل نیستن مراقبتشون کاملا حفظ کنن که اونها هم دچار مسئله نشن. یه لیست دیگه از مسائل مورد بحث قرار گرفت که برای جلوگیری از تطویل دیگه از اونها خودداری میکنم. متشکرم. تشکر میکنم.